تأکید پاکستان به اخراج مهاجران غیر قانونی. فلیپو گراندی میگوید روند اخراج اجباری شهروندان افغان تعلیق شده، اما ممتاز زهرا بلوچ میگوید تعلیق در کار نیست. مهاجران افغان در پاکستان با چه چالش های به همراه است؟ آیا پاکستان با مهاجران افغان به اساس قوانین بین المللی مهاجرت برخورد می کند؟ مهاجران افغان در پاکستان می گویند حتی کسانی که اسناد قانونی مهاجرت دارند از سوی پلیس بازداشت می شوند. پرسش مهمتر، چرا این چالش هنوز حل نشده باقی مانده؟ در برنامه امروز به بحث میگیریم. سلام به افغانستان 1401، خوش آمدید. من نجیب الله دخی هستم. مهمانانم در برنامه امشب آقایان هر یک سید قریب الله سادات، آگاه مسائل سیاسی اینجا در استودیو با خود داریم، و آقای ظاهر بهاند، خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد، را از روی خط تصویر از این شهر با خود داریم، که هر دو مهمان برنامه را بسیار خوش آمدید میگم و بحث امشب را با آقای بهاند آغاز میکنیم. آقای بهان سلام بر شما، سپاسگزار حضورتان به برنامه. در نخست، مهاجران افغان در پاکستان با چه چالش های به همراه هستند؟ زنده و سلامت باشین. در نخست سلام به شما، به امکان تخلیقی شما و همچنین به بینندگان ارجمند تلویزیون دیگر. بسیار تشکر. در جواب سوال شما باید گفت که سه سال گذشته این بعد از سقوط جمهوریت حکومت در پاکستان هر اندازه بازم تاکید میکنم که وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان خاصا در اسلام آباد هر اندازه در نگاه کنتر همپوزه از سوی پاکستان پناهجویان آزار اذیت شد و در حد بسیار اصلاح بسیار به حد اندازه دوم سپت رو می کنن و حتی مهاجرین افغان از سپت شد خوابند از سپت رو در جاده ها چه خود اونتای جا شده و مهاجرین آزار اذیت. توجیه پلیس پاکستان برای از اینکه مهاجران افغان را در واقع بازپرس میکنه ازشان، حتی ما گزارش داریم که در واقع کسانی که حتی اسناد رسمی مهاجرت دارن اونا را هم استاد میکنه و از اونا بازپرس میکنن، توجیه پلیس چی بوده؟ با شما معلوم است که پاکستان سطح دوگانه را به توی نمره برد. در سالگان اخیر به شما هستیم که پاکستان او پرسید با افغانستان با افغانستان داشته که یکی دوگانه گفتیم که درست است که کسانی که از پاکستان هم پر دست دارن تا هم بسیار سپاسگزارم. چرا خاطر مشکل؟ بسیار تشکر، برمیگردیم به شما. آقای سادات سلام بر شما، سپاسگزار از این که فرصت گذاشتین. فکر میکنین که چرا از دیر زمان است که در واقع پاکستان با مهاجران افغان برخورد آنچنانی که باید نمیکنه؟ درود و سلام حضور شما، بیننده های تلویزیون شما، همکاران تکنیک و همکار برادر محترم ما که گزارش از پاکستان داد. البته مشکلات مهاجرین از دیر زمان است متاسفانه که برای افغانستان یک درد سر بزرگ شده، و متاسفانه باید بگم که برای جهان هم یک درد سر بزرگ است. مهاجرت در مجموع و در منطقه بزرگترین مهاجرین مردم افغانستان داشته و دارد. خب ما میفهمیم که پاکستان خودش یک کشور است که تقریبا شاید به شکل پراگنده باشه، نه دسته جمعی، ولی احتمالا 10% مردم پاکستان هم یا 20%ش در کشورهای دیگه مهاجر است. مثلا در امارات متحده یا کار میکنند، در کویت یا کار میکنند، در قطر یا کار میکنند، در سعودی کارهای خشرکاری رو پاکستانی ها میکنن، در کشورهای اروپایی، خلاصه در تمام دنیا هم بایس کارگر
رفتن، اما شرایط دولت برشان مساعد ساخته که اینا برن بر اصطلاح بر فامیل خود نفقه بکنن و بر دولت مالیه بدن. درست. اما متاسفانه قضیه افغانستان یک قضیه تحمیلی بوده. جنگ افغانستان، جنگ تحمیلی که در ابتدا توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق آغاز شد که مهاجرین افغانستان از نهایت مجبوریت به پاکستان پناه بردن، یعنی از جنگ فرار کردن. کسایی که در پاکستان رفتن، پاکستان نه قوانین بین المللی را در نظر داشت و نه حس بشر دوستی را، یک ناگزیری بود و پاکستان هم از ترس از این که از دیوار از مردم افغانستان دیوار محافظتی ساخت، از مجاهدین و از مهاجرین هم وسیله برای تمویل حکومتش ساخت که درست. از منابع بین المللی در جنگ افغانستان به احتمال قوی در 14 سال که جنگ بود با شوروی حدودا 12 یا تقریبا 13 میلیارد دلار در اون زمان مصرف صورت گرفت. یعنی اگر ما حساب بکنیم 1 میلیارد یا 2 میلیارد از او شاید در جنگ مصرف شده باشد با وسایل و سلاح، متوقع زور تمام زور پاکستانی ها جذب کردن، مواد کهنه فرسوده خود تمام ذخایر خود تخلیه کردن، جدیدن ساختن، وسایل و امکانات سلاح و مهمات خود جدید ساختن، کارخانه های خود جدید ساختن، اون کمپانی هایی که در پاکستان کار میکرد، کمپانی نو کمپانی سیزو دوباره احیا شد، یعنی استفاده بسیار زیاد کردن. امروز که متاسفانه باز بگم با دولت های ما اونمو ظرفیت و درایت نداشت که ناخون اوگار دیگه بسته میکردن. این مهاجرین کسی که علاقه داشت به افغانستان بیایه دروازه افغانستان برویش باز میکرد، در 34 ولایت افغانستان شهرک های مهاجرین مساعد میساختن، از کودکستان شروع تا مکتب تا مثلا کلینیک شفخانه ساخته میشد. که حتما روی مسئولیت ها و سیاست دولت با پاکستان میپردازیم، ولی در مورد از این که همواره مهاجران افغان را در واقع دستگیر میکنه پلیس و ما گزارش دیشب داشتیم که حتی کسانی که اسناد رسمی مهاجرت دارند از سوی پلیس دستگیر میشن، آیا فکر میکنید که دلیل دستگیری مهاجران افغان در پاکستان یک ناآگاهی مطلق از همون برخورد قوانین بین المللی با مهاجرت است یا نه سیاست کلان پاکستان چی نیست؟ نه خیر، این یک فشار سیاسی و فشار بین المللی است تا مردم افغانستان سر و صدا بکنند، تظاهرات بکنند، احتجاج بکنند، در رسانه ها برایند، کتاب جامعه جهانی باز توجه بکنند و از این ناخون اوگار مردم افغانستان مثل پاکستان شیرچوش وره، طفلی که گرسنه میشد باز میره و اصطلاح ناله کند، شکوه کند که بیا، اگر نه پاکستان از قوانین بین المللی خبر ندارد، کاملا خبر دارد، کانونسیون ها و تعهدات دارد پاکستان. بله. ولی پاکستان یک حکومت نه بلکه یک موسسه است. زمانی که پروپوزال جور شد بازی تطبیق از این پروپوزال برای دونر پیشنهاد میکند، با او شکل شیوه قانونی نه، با شکل شیوه غیر قانونی میره و اصطلاح تقاضا میکند که خب ما مهاجری نمیکشیم، روزانه 20,000، 15,000، 10,000، ما باید خود از اینیمی حالت دیگه بکشیم. باید فکر بکنیم که لازم نیست. افغانستان 40 میلیون جمعیت داره، پاکستان 220 میلیون جمعیت داره. پاکستان نان خود پیدا میتونه، ما نمیتونیم. پاکستان شرایط برای زندگی مساعد میتونه، ما نمیتونیم. پاکستان نام حکومت اسلامی مراکز اسلامی ساخته میتونه، ما نمیتونیم. پاکستان شفخانه به اصطلاح کلان و بین المللی ساخته میتونه، ما نمیتونیم. ما همه چیز میتونیم، ولی متاسفانه تا حال ما برای بقای افغانستان و نجات مردم و خیر مردم، فلاح مردم کار نکردیم. ما باید در کابل، در مزار، در هرات، در قندار، در جلال آباد، در خوست چفخانه معیاری داشته باشیم که دیگه لازم نباشه که ما به خاطر یک تداوی، یک تست چی است، سرفه و یک اساسیت هم ما نیازمند شیم به پاکستان بریم. خب دنیا خال دنیای طبابت هم اگه هست دنیای تکنولوژی است، برو 4 تا ماشین بخر بیار در افغانستان نصب کن،
5 سال زحمت داره. امی دکتر موتو اگر شرایط برش مساعد شوه ده ها صد ها ازی در اروپا و امریکا باعث دکتر و به اصطلاح همکار و جراح کار میکنه. با پول مصرف خود از این حالت زلالت باید ما بکشیم. لازم نیست که ناخن افگار ما را ایرانی ها و پاکستانی ها بگیره هر لحظه ما را فشار بده. این خلاف اخلاق بین المللی است، خلاف کانونسون ها و تعهدات بین المللی است، خلاف وصول اسلام و همسایگی هم. بسیار زیاد تشکر، برمیگردیم. مخای سادات ممنون. ادامه برنامه پس از میان برنامه کوتاه. باز هم خوش آمدید، ادامه برنامه است. آقای بهان، شما اصلی ترین چالشی که در واقع تا هنوز یک پل مناسب میان مهاجران افغان در پاکستان، در شهرهای مختلف پاکستان، در اسلام آباد، پشاور، شهرهای مختلف دیگر پاکستان تا هنوز شکل نگرفته و هنوز که هنوز است، مهاجران افغان با چالش‌های بسیار جدی مواجه هستند، اون اصلی ترین دلیل کدام است؟ ببینیم دلیل اصلی دلیل است که دو من پیشت کنم درست که پاکستان همواره با افغانستان سیاست دوله را پیش برده و در اون هم این باقید بای رو میکنم. اگر پاکستان میتونم که در صدت میکنم به اهداف است، اهدافشی است که در نخواست از امارات اسلامی افغانستان خواستان می است که در طول ساختن تیتپی همراهشون کنند بکنند. دوست دارد که مشکل دیگه ای است همراهشون تیتپی را تیتپا سیدوشون کنند 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 همین پکای را برکنند که خودش با همراهشون است. این خواهد که من را شما صحبت بکنند دار کنید که در زندانهای افغانستان باچی در این در کباچی تدارکتا در بکنه ها و بسطه ها از مجان افغان و با چیزی که اون اصناد در زندان شب روز از سپری میدونه که خود یک جمعه بزرگ است که در کباچی درست. تشکر. آقای بهان، نهادهایی که برای حمایت از مهاجران افغان و همونطور مهاجران کشورهای دیگر در پاکستان فعالیت دارن، اون نهادها تا چه حد میتونه بالای پاکستان و بالای نهادهایی که مسئول هستن فشار وارد بکنه تا در واقع دیگر این مزاحمت‌هایی که شما گفتین کمتر شود در قبال مهاجران افغان؟ یک برای شما بس از طرح حتم میگم که پاکستان اون کشوری است که اسم گوش شنوا نداره. برای از اینا بفایده است. در هر چقدر جامعه جهانی داد زد در بسیار اصلا این توجه نداره. و فقط در حالت خیلی است که به احقاق خود داره. برای اینا فرق نمیکنه که کی چی بکنه. کی برای ما چیزی بکنه. درست. خدا که وضعیت خراب است که پناهجویان افغان به درستی در بعد از نماز شام کسی را گذار کرده نمیتونند. چرا که ویزاهای تمامی از اینا بعد از سقوط جمهوریت که اینا باختن تقریبا ویزاهای تمامی از اینا خاتمه پیدا کرده و ختم شده و اینا بدون اسناد هستند، بدون مدرک هستند. و چالش‌های پناهجویان افغان رو از مثلا نبود ویزا، عدم تولید ویزا، نبود مکاتب برای پرش هم باب است که مثلا شالکی در برابر پناهجویان افغان کرده باب است که من از طرف پاکستان پناهجویان افغان آزار نظر بشن، به زندان انداخته بشن، حتی آزار بشن در دروازه‌هاشون میدان بشن. چرا مثلا بگویم که یکی از ادوای کشورهای خارجی در یک کشور اگر به اسطلاح آزار رسته بکنن چیزی که میکنن که مهاجر طرفین یا نماینده یا سفیر از اون کشور اقرار میکنن بد رفتار بسیار تشکر. آقای بهان، با توجه به همین در واقع چالش هایی که شما یاد کردین بسیار تشکر. داد از این مردم برسن.
بسیار تشکر آقای بهان. همین چالش هایی را که شما یاد کردین، فکر میکنین اهرم های فشاری که نهادهای مختلف برای حمایت از پناه مهاجران افغان در پاکستان میتونه فشار وارد بکنه بالای حکومت، اون کدام هاست؟ بخصوص کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای در امور پناهندگان، این نهاد تا چه حد میتونه اهرم فشار وارد بکنه بالای حکومت پاکستان تا تغییر در وضعیت را ما شاهد باشیم؟ ببینیم اینا اگر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد است، اگر وزارت امور داخلی پاکستان است، اگر حکومت است، این کار با این سوء تفاهم نداره. شما خودتون در خبرتون به اجازه شده که فیلیپو گراندی سه روز یک سفر داشتن، اما اینا در رسانه ها حتی یاد شد که به تعویق افتید. همین عملیات تکسیز باید قرار یاد شد. ببینیم که سوء تفاهم وجود داره. اینا در فیلم خود تفاهم ندارن. کمیشنری سازمان ملل متحد یک چیز میگه، پلیس پاکستان دیگه میگه، وزارت خارجه دیگه میگه. سپاسگزارم. کی خود کرد؟ پاداش بزرگ است. تا زمانی که پاکستان اراده خود، عزم خود قوی نباشه و صادقانه عمل بکنه، مادر در پاکستان چنین مشکل وجود خواهد داشت. بسیار تشکر. بسیار سپاسگزار هستیم. سادات صاحب، فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سفر سه روزه ای که به پاکستان داشت با مقام های مختلف پاکستان صحبت کرد و گفت که بحث اخراج مهاجران افغان از پاکستان به تعلیق در آورده شده، ولی شب گذشته خانم زهرا بلوچ، ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که تعلیق در کار نیست. فکر میکنین که آیا اهرم فشار دیگر نمیتونه برگردانه تصمیم های پاکستان را در قبال مهاجران افغان؟ خب وقتی که به نماینده سازمان ملل متحد صحبت میکنن که بر ما چنین و چنان قدر امکانات بدن و تا ما بتونیم مهاجرین ایجاد، در حالی که بر مهاجرین یک دانه کلینیک مفتم نیست در پاکستان، بلد. یک مکتب مفتم نیست، یک جایی نیست که مثلا خدمات بر مهاجرین واقعا همو مهاجرین مثل سابق وار کم میداشت. خب مهاجرین به شکل پراگنده است، خصوصا در مناطق قبایلی یا صوبه سرحد یا بلوچستان که خودشان کار میکنن، خودشان از توانای خود نان میخورن. یعنی چی خدمات را پاکستان برای ما مهاجرین افغان اونجا ارائه میکنه که از او از سازمان ملل متحد یا همو نهاد میلیاردها دلار تقاضا میکنه که برای ما بده؟ وقتی اونا میگن که خب اگر شما برای ما یک کمپ را از مهاجرین نشان بدن که در اوجه مکتب، شفاخانه، پانتون و سایر نهادهای باشه که ما او را تمویل بکنیم، پاکستان از او گپ عاجز میماند. یعنی میگه ما خب برای چی برای تو پول بده؟ در اون زمانی که اینا با اصطلاح توافق نمی کنن، زهرا بلوچ و هر کسی که هست او میگه که خواهی مثل خلاف قوانین بین المللی و اخلاقی، میگه خب بس تعلیق هم ایچ بس قابل بس نیست. خب این معنای زیگه پا همین معنا رو میده که وقتی که فیلیپو گراندی میاید میگه برشانه که نکنه، یعنی شرایط در افغانستان مساعد نیست، افغانستان با ثبات دائمی نرسیده، اقتصادش مشکل داره، شرایط بوده باش. ما ده بار هم این صحبت کردیم، ما سازمان ملل متحد تقاضا کردیم، تقاضا میکنیم، باز تکرار میکنیم که مؤسساتی که در افغانستان در بخش مینپاکی کار میکنن اینا بودجه ندارن، یا را تمویل بکنن، تیمای از یارا قوی بسازن، امکانات مدرن بر از یابیه. وقتی که مهاجر میاد کجا برود؟ در کابل اوقع گنجایش نیست که مثلا در کابل یا مزار یا ولایت کلان باش، مجبور به دیو قریه خو میره. اوجا که میره ساعه هنوزم متاسفانه قرمز است، یعنی سفید نشده. درست. تا حال را ما او شرایط مساعد نتونستیم بسازیم که برای برگشت مهاجرین به شکل دوامدار شرایط مساعد باشه. خب اگر یک کمپ موقتی را در ترخم یا اسپین بولدک ساخته یا در مثلا در اسلام قلعه ساخته کفایت نمیکنه. یک کسی از شهر اسلام آباد یا کراچی یا تهران یا یک شهر کلان دیگه ای که تمام سهولت ها در اوجه است، او را میاری در یک جایی که مثلا یک بیابانه که اونجا آب صحی نیست، اونجا کلینیک نیست، اونجا امکانات رهایشی نیست، یک خیمه باشد و یک فرش
مگر انسان نیست، آرزو نداره، چی نداره. درست. یعنی اگر ما به مشکلات واقعی حقیقی تحلیل نکنیم، تجزیه نکنیم، بررسی نکنیم، برعکس باید ما کار کنیم. امارت اسلامی با سازمان‌های بین‌المللی بگه درست است، اگر در پاکستان و ایران مهاجرین کمک نمیکنن، شرایط مساعد نیست، در افغانستان شرایط مساعد است برای انتقال مهاجرین. ما در 34 ولایت زمین برای رهایش در نظر گرفتیم. او جواب آشامیدنی، سرک، مکتب، کلینیک ساخته شود، برق از یاد حال خاصان است، هیچ قابل بس نیست. یک مثلا یک نقطه زور سولر بسازه و برق برای انتقال بده. ما از این فشار باید خود خلاص کنیم. یه استرس است بر ما که تحمیل کرده و این را باعث یک حال فشار استفاده میکنه. بسیار تشکر. فکر میکنین وقتی که خانم زهرا بلوچ میگه که تعلیق در کار نیست، این پشت پا کردن یا پشت پا زدن به تعهد پاکستان برای سازمان های بین المللی که در حمایت از مهاجران کار میکنن نیست؟ خواهی خب بس از واسه را گفته نمیتونیم که شما صحبت نکنین و حقشان است، باید هم بگن به خاطر منافع خودشان و به اصطلاح یا در حالی که تعهد کرده بودن در می سه روز قبل. حال ما اگر میگیم بحث اخلاقی کاملا ای پاکستان و بحث با ما نمیکنن، بحث اخلاقی رو میگه ما خود ما مشکل. پاکستان 220 میلیون جمعیت دارد، 2 میلیون نهایتش مبالغه میشه که بگن 4 میلیون یا 6 میلیون، شاید 2 میلیون مهاجر در اونجا باشه. 2 میلیون مهاجری که سرمایه خود در اونجا انتقال داده، شاغل است، مصروف است، بالای دوش دولت کار نمی کند، در مکتب میره فیس میده، در پانتون فیس میده، در شفخانه فیس میده. یعنی چی بار سنگین بر دوش پاکستان است که مثلا به شکل مجانی کدام چیز خدمات بر شرایع کرده. خو یک بحث دیگه ای که متاسفانه است که مثلا بحث پاسپورت و ویزا. درست. ما دو بخش داریم. اگر اینا از نگاه ادبای خارجی است، قانون ادبای خارجی است که هر مملکت ادبای خارجی رو گرفت، با اصول، با قانون، با مقررات قبول شده قوانین بین المللی دیپورتش میکنه با عزت، نه مثلا که توهین کو تحقیر کو. و اگر اینا بس افغانستان در پشتونستان و بلوچستان بس، دو تا برادر است، یک برادر در این طرف مانده، یک برادر در اون طرف مانده از ظلم انگلیس. بعد امروز این برادر خانه برادر دیگه خود میره، از خانه برادرش میکشه، با بی‌عزتی و بی‌حرمتی میکشدش، روان میکنه افغانستان. باید این اخلاقا پاکستان مراعات باید بکنه. درست. چرا که این یک پدیده تحمیلی بوده و بس ازی که مثلا 45 سال جنگ تیر شده و ما ناگذری ما را به این کشانده که امروز به خاطر تداوی به پاکستان میریم، به خاطر سفر به پاکستان میریم، یا بعض مشکلات را ما به خاطر پاکستان نمیگم که مثلا عذر کنیم، زاری بکنیم. حق داریم بالای همسایه، بالای همسایه از نگاه قوانین که ما داریم. پاکستان تجارتش با آسیای میانه از طریق افغانستان میشه، اما تجارت ما از طریق بندر کراچی با صد مشکل مواجه است. بسیار تشکر سادات صاحب. برمیگردیم آقای بهاند، گزارشی که ما داریم حداقل نشان میده که کسانی که ویزا دارند، کسایی که اصلا مهاجرت دارند و حتی کسانی که از وزارت داخله پاکستان شماره توکن برش میگن یا همون توکن نمبری که در واقع بسیار اونجا برجسته است، حتی با اون نوع مهاجران برخورد به اندازه خشن صورت میگیره. فکر میکنین که هیچ راه حل برای برگرد راندن چنین برخورده در قبال پناه مهاجران افغان در اسلام آباد و شهرهای دیگر وجود ندارد؟ نخواهیم منطقیم بس امیز اونا از در کنم پورتای ایسیسی را توضیح کردن، از پورتای از اول تا چون که میخوایم شرکت بشه، چون از اول تا چون که میخوایم شرکت بشه، چون از اول تا چون که میخوایم شرکت بشه، چون از اول تا چون که میخوایم شرکت بشه، چون از اول تا چون که میخوایم شرکت بشه، چون از اول تا چون که میخوایم شرکت بشه، چون از اول تا چون که میخوایم شرکت بشه، چون از اول تا چون که میخوایم شرکت بشه، چون از اول تا چون که میخوایم شرکت بشه، چون از اول تا چون که میخوایم شرکت بشه، چون از اول تا چون که میخوایم شرکت بشه، چون از اول تا چون که میخوایم شرکت بشه، چون از اول تا چون که میخوایم شرکت بشه، چون از اول تا چون که میخوایم شرکت بشه، چون از اول تا چون که میخوایم شرکت بشه، چون از اول تا چون که میخوایم شرکت بشه، چون از اول تا چون که میخوایم شرک
از هندوستان بسیار تشکر. آقای بهان، همین مورد را که شما یاد کردین در کارت های اقامتی مهاجران ثبت شده افغانستان یا امو نو کارتی که میگن پی او آر تا 30 جون سال 2025 تمدید شده، به اساس همین قانون هیچ نهاد حتی پلیس اجازه نداره که کسانی که با کارت پی او آر در واقع نزدشان میباشه هیچ مزاحمتی باید ایجاد نشه از سوی پاکستان. در کنار از او آخرین در واقع آماری را که ما داریم، مقامات پاکستانی گفتند که حدود 1.7 میلیون مهاجر افغان غیر قانونی در پاکستان زندگی میکنند. با در کنار از این که شما گفتین که با مهاجران قانونی برخورد در واقع بسیار ناشایست صورت میگیره، با مهاجرانی که غیر قانونی هستند که 1.7 میلیون مهاجر افغان از سوی مقامات پاکستانی آمار داده شده، تا چه حد زندگی برای این مهاجران دشوارتر شده؟ زندگی تو هر دشوار است که گفتم که بعد از تمام شاه دروس مردم بزرگ می ترسن ما با خواهد بیزه که در دست من ما با برای بیزه مرا دیدم درست از خطو نمی این بابا ندارم، اما بعد از خواهد بودن که در پاکستان شمیزیز هست کسان هم تا گرفتار می کنند در بودن دو شد که بیزه خانمی بخارت دارد بایدو اون حکوش دوله اونا بازتاش میشن و یک تا پیش ها در پرکان هم در بنار میخونه شد و بطور چی خواهده یک پوکه یک طرف مسئله مسئله که چالش رو بطور چیمی است که وقتی قلب که ویزه این من داشته باشد من داشته باشد که باید در کمه بزن میشد این خود یک باشد یه است اما ما شاید تاید این چونی کنیوهای رو بستم که خانوالای رو مشتون که در پارکاش رو روش رو کنی کردن چرا که اون ویزه نداشتن مجبور شدن در پارکاش رو روش رو کنی فکر کن تا این یاد جفاش کرد دیگه با مردم افغانستان. درست بسیار خوب. بله، بعد ایش کشور بود که اول همی کشور کل ما دمارت اسلامی افغانستان هم بدار از این مردم روی تعهدات حکومت میپردازیم و اقدامات حکومت، ولی شما گفته میتونین که از شهرهای بزرگ پاکستان بخصوص اسلام آباد، کراچی و شهرهای دیگر پاکستان در کدام شهر بسیار جدیتر برخورد میشه و حداقل در کدام شهرها تا حد ساده تر نگاه میشه به قوانین مهاجرت؟ در جواب سوال شما بردم که بیشتر مثلا در کل جمعیت های صورت میگیرد در صورت بیپورتن در قانونی شهر، اما بیشتر در شهر دیرهی به پلازمت اسلام آباد که کراچه این که آمده شهر بود در آور که خیبر پر کنفا که تر تر دیر دی اما هم باید بزور هم سه این که کلو پتو سیمو که امولاتون بسیار تشکر، بسیار ممنون. ادامه برنامه پس از وقفه کوتاه. باز هم خوش آمدید، ادامه برنامه است. آقای سادات، خانم منزه کاکر وکیل مدافع افغانان
افغانان مهاجر در پاکستان روز گذشته گفت که از ماه جولای، یعنی همین ماه میلادی که امروز 13 است، تا اکنون 2000 افغان به شمول زنان و کودکان از سوی پلیس پاکستان در شهرهای مختلف پاکستان بخصوص در کراچی و سند بازداشت شده. در حدود 13 روز 2000 مهاجر افغان دستگیر شده. اهرم های فشاری که حکومت سرپرست افغانستان برای برگرداندن چنین تصمیم به پاکستان میتونه داشته باشه کدام هاست؟ خب البته متاسفانه امارت اسلامی بسیار در این رابطه یعنی برخورد جدی نکردن که برای پاکستان بفهمانند و این بحث یک اندازه بین المللی بسازه، بخاطر از این که نماینده سازمان ملل متحد میاین در افغانستان صحبت که میشد، بخاطر امارت اسلامی یعنی خودم میگه توانا نشان میده که ما تمام خدمات از طریق اردو و پلیس و مردم افغانستان به جای رسانده ایم که مثلا ما خدمات ارائه میکنیم، در حالی که ما امکانات نداریم. باید با کدام امکانات ما زلزله ها را به اصطلاح حمایه بکنیم، ما زلزله‌زده ها را حمایت بکنیم، ما مهاجرین حمایت بکنیم، ما مردم فقیری که در افغانستان در طول جنگ در زیر خط فقر زندگی میکنه را حمایت بکنیم، ما اعتراف بکنیم که ما توانایی نداریم. سازمان های بین المللی میلیارد ها پول در این عرصه دارد، برای مهاجر پول دارد، سازمان ملل متحد برای همین مردمی که آفات طبیعی سر از او میاید برای از او امکانات در نظر میگیرد داشته باشد، بگوید که ما گدام های استراتژیک در زونای خود تهیه بکنیم، ترتیب و تنظیم بکنیم. ما وقتی که عودت مهاجرین اگر بر از اون میگه 500 میلیون دلار پول داده، 500 میلیون دلار برای انتقال 5 میلیون مهاجر چی است؟ یعنی یک پول ناچیزی است. حداقل با جامعه جهانی تفاهم صورت بگیره. ما بخشایی که در وزارت خارجه یک ریاست مستقل بر از او در نظر بگیرد که در تفاهم باشه با مراجع بین المللی که هر روز اگر نه هفته یک بار دو بار شرایط با وزیر عودت مهاجرین مساعد بکنه که خارجی ها با وزیر عودت مهاجرین ببینه و اینا پروپوزال های آماده داشته باشند که در کدام ولایت، در کدام شهرک مهاجرین ما با چه نیاز داریم، یعنی شهرک ها توسعه پیدا بکنه و مشکلات ما را به جای از اینکه ما التماس بکنیم. پاکستان خب در راستی بعضی جایی است که حالا مثلا مهاجر افغان در سند است، در پنجاب است، در جایی است که اوج جایی شهرهایی است که از نگاه قوانین یا مثلا مشکلات دارن خودشان. پاکستان کشور فدرالی است، اما روش برخورده که در صوبه سرحد است، اما روش که در صوبه بلوچستان است، اما روش که در صوبه سند است، در صوبه پنجاب نیست. چرا که پنجابی ها خودشان هم برخوردشان، زبانشان، گفتار و رفتارشان متفاوت است و افغانان متاسفانه یک رهبری قوی نده پاکستان سفارت به او شکل فعالیت درست داره که یار آگاهی آمش را برشان بده، شرایط برشان نشان بده، موقعیت ها را برشان نشان بده، شماره های خاص برشان بده که مثلا اگر به مشکل مواجه شدی این شماره است، در این شماره ارتباط بگیرین، یا مراجع بین المللی واقعا یک کار لازمه باید بکنه، حداقل سهولت ها را ایجاد بکنه که اگر احیانا شما در این مسیرها با این مشکلات مواجه شدین با این آدرس ها در تماس شدین. فقط متاسفانه وقت کوشی است. درست آقای سادات، شما کارکرد های وزارت حکومت افغانستان را گفتین در قبال پاکستان و آیا وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان اون گام هایی که باید می برداشت برای سهولت برای مهاجران افغان در پاکستان، آیا اون گام ها را در نزدیک به 3 گذشته برداشته؟ ما او امکانات نداریم متاسفانه، نه عودت مهاجرین داره نه امارت اسلامی داره. مثلا در پاکستان در هر نقطه پاکستان وقتی که مهاجر است ما در هر جای به خدمات نیاز داریم که حداقل کنسولگری پیشاور با کدام اندازه کار بکنه. یک سفارت است در یک مملکت 10 نفر پرسونل دارد،
اگر ادبای افغانستان در اونجا 1000 نفر باشد، 10 نفر برای 1000 نفر کفایت میکنه. اما همو سفارت را که ما در کشورهای دیگه داریم، همو تشکیل ما در پاکستان هم شاید داشته باشیم، که ما باید 10 برابر سفارت پاکستان، حداقل اگر 1000 نفر مبالغه میشه، حداقل 300-400 نفر پرسنل داشته باشیم که او تمام روز با شکل سیار و ثابت کار بکنه تا ما با پاکستان مواجه نشیم. ولی در سطح کلانتر هدف ما اما بحث لابیگری و گفتگو بود. منظور معمیال اجازه بدین، وقتی که ما میگم یک ارتشه داریم، ما ارتشه تعلیم تربیه، ارتشه ماجیر، ارتشه بعضی اداراتی که ما داریم، ارتشه های نظامی، خب ما در پاکستان هم شاید یک یا دو تا ارتشه یا کنسولی داشته باشیم یا سفارت. دعاله که اوجا ما باید در وقتی که بحث 2 میلیون ماجر میشد، 4 میلیون شاید مبالغه باشد، اگر بحث 2 میلیون یعنی 20 لک نفر برای خدمات 20 لک نفر باید ما چقدر پرسنل داشته باشیم. ما یک فیلم دیدم که در تهران در کوچه های خانه های مردم هم صفای طولانی کشیده بودن بر تمدید ویزه و بعضی جا. در پاکستان هم عین مشکلات است. ما باید این فکر وسیع را در ذهن خود، خدمات که مثلا در کجا چقدر نیاز است، هیچ اگر بحث وزارت خارجه است 50 نفر بیشتر استخدام بکنه، اجیر استخدام بکنه، همکار استخدام بکنه. یعنی ما اگر بتونیم مشکلات ما خود ما رفع بکنیم و شرایط مساعد بسازیم، سازمان‌های بین المللی متقاعد بسازیم، تبلیغات مثبت بکنیم که افغانستان امنیت است، شرایط بهتر شده، مجامع بین المللی هیچ حاجت جبر و زور نداره، هر کس که میرد ما همین خدمات از سند، از پنجاب، از کراچی، از پشاور مساعد میکنیم تا کابل شما را برسانه. بسیار خوب. همین گام هایی که شما گفتین آقای سادات، فکر میکنین 3 سال کافی نبود؟ 3 سال کاملا وقت کافی است. یعنی باید امارات اسلامی در طول 3 سال کار را میکرد که حداقل ما امروز با شکل ماجر ما توهین نشود. مریض در حالت تیاس که در حالت نزع، در حالت مرگ است، در دروازه ترخم باش برخورد میشه که مثلا او را اگر امید بر زندگی هم داره او را ناامید میسازه. یا مثلا یک کس از خارج می از طریق پاکستان او را با بی‌عزتی و بی‌حرمتی به خاک افغان داخل میشه. یعنی ما باید مسائل دیپلماسی خود باید در قبال پاکستان، در قبال ایران، در قبال جهان باید واضح بسازیم. ما یک استراتژی ملی داشته باشیم، ما استراتژی انتقال مهاجری نداشته باشیم. یک گپ پیشنهاد میکنم در ذهن ما بود که باید در ابتدا میگفتم که امارت اسلامی در افغانستان حاکم است، 34 ولایت و 400 تقریبا ولسوالی میشه حاکمیت داره، دمی چند 100 و چند هزار قریه و قصبه هم حاکمیت داره. بهترین فرصت، خوبترین فرصت، مناسبترین فرصت است که عاجل اقدام بکنه بر احصای نفوس افغانستان. تا این مبالغه ای که امروز در سطح جهان وجود داره، پاکستان میگه 5 میلیون مهاجر در پاکستان است، ایران میگه 5 میلیون مهاجر در ایران است، 1 میلیون هم دیگه در کشورهای دیگه میشه 11 میلیون. ما در مجموع اگر 40 میلیون نفوذ داشته باشیم میشه 29 میلیون. ما برای 29 میلیون در این اراضی کلان با این منابع ملی و بین المللی، ما چرا 80% زیر خط فقر داریم؟ مردم ما 70 یا 80% چرا زیر خط فقر باشه در داخل افغانستان و امارت اسلامی هم ادعا دارد که ما موفق هستیم؟ خب ما نیاز دیگه نداریم. وقتی که امنیت تامین است، شرایط بهتر است، معادن استخراج میشه، منابع و مراجع بین المللی کمک میکنه، 11 میلیون نفر هم در بیرون است، ما برای 29 میلیون مردم چرا خدمات ارائه کرده نمیتونیم و رضایت مردم حاصل بکنیم؟ بسیار تشکر، سپاسگزار هستیم. آقای بهان، با توجه به چالش های کلانی که در شهرهای مختلف پاکستان وجود داره و شما قبلا یاد کردین، فکر میکنین که مناسب ترین راه حلی که چی هرم فشار داخلی باشه، هرم فشار حکومت بالای پاکستان و یا هم اهرم های فشار دیگری که افغانستان را کمک بکنه یا مهاجران افغان را کمک بکنه تا این چالش ها حداقل اگر به صفر نه کاهش پیدا بکنه چیست؟ تشکر. به نظر کنم هیچ راه حلی وجود نداره، نه داشت، چون که مردم افغانستان دو سال گذشته تجربه کردن، سر
آقای رئیس جمهور کرانای یک دو بار به پاکستان همین رقم آقای اشرفانی هم چندین سفر به پاکستان داشت. این معظم خمول شد. این مشکل حد شد. من بازم تاکید میکنم که تا زمانی که پاکستان در سلطه تغییر نداره خیلی سیاست تغییر کنه. برنگون کنیم به پاکستان که در پاکستان خوب در اما خالق قدرت پاکستان بودیم که دادم به نور نامل نور مسکن خود 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 لگر تیم از اتار به دوکلا در برای در میستی پاکه در قدرت میاز که آقا یعنی که پک کنیم ممالیات که سوی بیس پاکستان در موه نامبر آفرست بعد از پنج پنج واقعه از بلاک و چین یعنی که اما در داقت خودشی بود بلن منظر خود خود بله ما شاید چنین در واقع پای بودیم در پاکستان در گذشته متاسفانه. ولی پرسش اساسی است که آیا مهاجران افغان بدون شک کمیته های مختلف شکل گرفته در پاکستان از میان مهاجران افغان تا بتوانند خودشان به گونه مستقل با کشورها و سازمان هایی که میتونه فشار وارد بکنه بالای حکومت پاکستان برای برگرداندن چنین تصمیم های و اقدامات شکل گرفته، آیا شما در جریان هستید که با کدام کشورها و با کدام نهادهای بین‌المللی بدون کمیشنری در امور پناهندگان، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با کدام نهادهای قدرتمند دیگر این کمیته ها در واقع در تماس هستند و چرا تاثیر نداشته؟ من همین سوال رو می‌خواستم تا اخیرا بازم نکنم که پاکستان دوش شنوا ندارد بسیار سپاسگزار هستیم، ممنونتون، برمیگردیم حتما در مورد پرسش اخیر و راه حل. سادات صاحب، عنوان پرسش اخیر از شما، افغانستان همواره، حکومت افغانستان همواره گفته که کشورهای قدرتمند با حکومت سرپرست رابطه بسیار خوب داره و یکی از اون کشورها را ایالات متحده آمریکا گفتن. آیا آمریکا میتونه فشار وارد بکنه بالای پاکستان تا در واقع اون برخورد که پاکستان و حکومت پاکستان با مهاجران داره تا حد کمتر شوه و راحت‌تر شوند مهاجران افغان؟ حقیقت بگم شاید فشار از طرف پاکستان مستقیم نباشه، فشار از طریق آمریکا باشد. آمریکا یا بازی های چند بودی دارد. یک بودی از بازی هاشون همی است. افغانستان هم اگر ترهگری و نمیفهم فلان بسمدان با اونجا باز با فوج پاکستان میای سرحدات افغانستان رو میبینن کجا هست و چی هست و چه کار میکنه. امریکا خودش برای منافع، فکر منافع خود است، نه فکر منافع موتو نیست که احرام فشار بیاره به خاطر افغانا پاکستان ناراحت بسازه یا بعض موضوعات. اونجا در پاکستان خودش منافع داره و با تعریف منافع داره. هیچ وقت نخواسته نمیخواه، حتی در امریکا نمیخواد که مثلا نمی بحثی که فعلا حکومت ترامپ و حکومت جو بایدن داره در رابطه با بحث مهاجرین نمیتونن که جلوگیری بکنن. یعنی او چیزایی که آمریکا استراتژیش ایجاب میکند که از مهاجر افغانی که به سود آمریکا است به حیث نیروی کار استفاده میکنه، اونا را جمع میکنن، برده میرن و برده و اونا را که میفهمند که در اینجا در پاکستان است به حیث آلای فشار بر سیاسون خودشان او را به حیث آلای فشار در اوجا اگر زحمت است، تکلیف است، رنج است، باشد، مشکل نیست، میگه باشد. در افغانستان بحث حقوق بشر، بحث حقوق اطفال، بحث
بحث زنا مطرح است که چرا یا درس نمیخوانن. اما در اندونزیا و مالزیا مردم افغانستان 12 سال میشه که اونجا بی سرنوشت مانده، نه ملل متحد نه آمریکا نه هیچ کس نمیرن بازخواست شه بکنه که اینا 12 سال یک ادبای خارجی که نه حق سکونت دارد، نه حق رای دارد، نه حق تعلیم و تحصیل دارد، نه از حقوق انسانی بهره مند میشه. یعنی بی سرنوشت مردم چی افتاده. مثل از او کسایی که اسناد خانه پوری کرده در پاکستان، کس 10 سال، کس 5 سال، کس 2 سال، کس 3 سال میشه که بی سرنوشت مانده، اصلا نه وجه بحث مکتب رفتن است که مکتب برود، نه جای مقیم دارد، نه بحث پانتون است، نه بحث حقوق بشر است، نه بحث ارزش‌های انسانی است. پس به این خاطر آمریکایی یا هر کشور دیگه عاشق چشم ابروی موتوم نیست. به خاطر موتو هیچ کشور را هم کس خفه نمیکنه. ما باید درد خود ما را خود ما درمان بکنیم، زخم خود ما را خود ما مرهم بکنیم و مشکلات خود ما را خود ما برش رای حل پیدا بکنیم. هیچ کس نمیکنه. بسیار تشکر از حضور هر دو مهمان، سپاسگزار هستیم و سپاسگزار شما بینندگانی که برنامه را دنبال کردید. شب بخیر، خدا نگهدار.